راجع به صحبت کنیم. تقریبا دارید میبینید دیگه لایه مشیمی وجود نداره. اینجا واسط نوشتم که اتصال به سلبیه داره، به شبکیه داره و در محل عصب بینایی وجود نداره. و اما در دومین ساختار لایه میانی میخوایم قسمتی رو به نام عنبیه زیر ذره بین ببریم. عنبیه در جلوی چشمه، در جلوی چشم قرار گرفته، رنگ دانه داره. آقا چه جالب، یعنی در لایه میانی هم مشیمیه رنگ دانه داره و هم عنبیه رنگ دانه داره. بچه ها این عنبیه به خاطر داشتن رنگ دانه باعث میشه چش شما خیلی خوشگل و خوش رنگ به نظر بیاد، به دلیل وجود همین رنگ دانه ها توی عنبیه است. عنبیه هم گفته بودیم ساختار ماهیچه‌ای داره دیگه. پس بریم با هم بررسی کنیم. این چی شد؟ این شد عنبیه. در وسط عنبیه، اگر این عنبیه باشد، در وسط آن سوراخ مردمک وجود داره. پس در وسطش سوراخ مردمک دیده میشه. تا اینجا اوکیه؟ پس بریم با هم دیگه. عنبیه بخش رنگین چشمه، در پشت قرنیه، این قرنیه بود، پشت قرنیه بخش رنگی، در وسطش سوراخ مردمک وجود داره و دارای دو نوع ماهیچه صافه. میخوایم این ماهیچه های صاف رو با هم دیگه ببریم زیر ذره بین، خیلی خفن بررسی شد. اینجا رو ببین، الان داری عنبیه رو میبینی که در وسط اون چی بود؟ سوراخ بود، سوراخ مردمک بود که قرار نور ازش عبور کنه. این سوراخ مردمک توانایی تنگ یا گشاد شدن رو داره. پس میتونه تنگ و گشاد بشه. اما چه جوری؟ گفتیم در ساختار عنبیه دو دست ماهیچه صاف داریم. ماهیچه صاف یعنی غیر ارادی. این ماهیچه های صاف حلقوی‌اند یا شعاعی‌اند. ماهیچه های حلقوی و ماهیچه هایی که در اطراف قرار گرفتن به نام ماهیچه های شعاعی. ببینی حلقوی ها نحوه قرارگیریشون و نحوه قرارگیری شعاعی ها. میخواییم ببینیم کدومشون سوراخ مردمک رو تنگ میکنه، در چه شرایطی تنگش میکنه و کدومشون سوراخ مردمک رو گشاد میکنن. بریم با هم بررسی کنیم. اینجا رو ببین، اینجا رو ببین. ماهیچه‌های حلقوی وقتی که تنگ میشن، وقتی که منقبض میشن، بریم ببینیم چه اتفاقی میفته. وقتی که منقبض میشن، آها، سوراخ مردمک تنگ شد. ببین حلقوی‌ها جهت فلش رو نگاه کن، حلقوی‌ها منقبض شدن، سوراخ مردمک تنگ شده، یعنی نور کمتری از مردمک عبور پیدا میکنه. چه زمانی این اتفاق میفته؟ توی جنبندی هم با هم دیگه میگیم زمانی که نور زیاده. زمانی که نور زیاده ما میخوایم نور کمتری از سوراخ مردمک عبور پیدا کنه. بنابراین ماهیچه‌های حلقوی منقبض و سوراخ مردمک چی میشه؟ تنگ میشه. قبلا این حالت بود، الان تنگ تر شده. پس ماهیچه های تنگ کننده رو میگیم ماهیچه های حلقوی، در نور زیاد تنگ میشن که نور کمتری عبور پیدا کنه. میگیم کدوم اعصاب این کار رو انجام میدن. اما بریم سراغ ماهیچه های شعاعی. وقتی ماهیچه های شعاعی منقبض میشن، این بار سوراخ مردمک گشاد میشه. پس با انقباض ماهیچه های شعاعی سوراخ مردمک گشاد میشه، نور بیشتری عبور پیدا میکنه. از اینجاست که میفهمیم ماهیچه‌های شعاعی در نور کم منقبض میشن که سوراخ مردمک گشاد بشه، نور بیشتری عبور پیدا کنه. شعاعی در نور کم گشاد کننده، حلقوی در نور زیاد تنگ کننده میباشن. با این گیف میتونیم خیلی واضح عملکرد ماهیچه‌های صاف عنبیه رو متوجه بشیم. ببینیم سوراخ مردمک میتونه تنگ بشه، میتونه گشاد بشه، میتونه تنگ بشه، میتونه گشاد بشه. زمانی که گشاد شده، زمانی که سوراخ مردمک گشاد میشه، ماهیچه‌های گشاد کننده کدوما بودن؟ باریکلا شعاعی بودن. چه زمانی بود؟ بازم باریکلا، زمانی که نور کم میشد اینا منقبض میشدن شعاعی، سوراخ مردمک گشاد میشد، نور بیشتری عبور پیدا میکرد. بدونید این توسط اعصاب سمپاتیک انجام میشه. زمانی که نور کمه، در تاریکی سمپاتیک فعال میشه، ماهیچه های شعاعی منقبض میشن، سوراخ مردمک گشاد میشه. برعکس زمان پاراسمپاتیک، در زمان پاراسمپاتیک
ماهیچه های حلقوی منقبض میشن. ماهیچه های حلقوی منقبض بشن، سوراخ مردمک چی میشه؟ تنگ میشه. بنابراین الان که سوراخ مردمک تنگ شده میفهمیم ماهیچه های حلقوی منقبض شدن. Thời kỳ đầu thuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, tin trong cuốn mấy vấn đề văn học Anna Karenina, nhân vật trong cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn học Nga Lev Tolstoy năm 1828 đến năm 1911 đau khổ vì phải chịu những thành kiến của xã hội vùi lấp vì không tìm thấy hạnh phúc trong hôn nhân cuộc sống. Nàng đã lao đầu vào, nàng đã lao vào tàu hỏa đang chạy và chết một cách thảm khốc. Bác ái có lòng thương yêu rộng rãi với người bác